نړیمنانه دوستانو چې را سره راستی او خپل خبرونه را سره په مینا باندې ګورید دا روغتيیا برخه دا روغتيیا په برخه کې نن دوستانو د غاخونو د وری پر سرطان خبرې تری لرو چې د غاخونو وری څنګه سرطان اپکرمه ستکیږي 22 کېږي چې وری اخستل کېږي د سرطان مرستې ایا د مخنیوی لارې چارې شتاو کنه که چیرته بیا سارټان هم د جوړې دوه یو کنه دې پدی اړه سره د وسانو د غاخن ناروغي او مالج ډاکټر امید امیرزای په خبرونه کېدوی سره پر دې اړه خبريات لري تاسو هم را سره پاتې شئ او خپل خبرونه را سره په میناباني وګورئ سلام ډاکټر صاحب سوبتون بخیر سلام بر شما سوب شما بخیر سلام او درود درو خدمت بینندهای عزیز تلویزیون اریانا ان شاء الله که کسب خوب خوش راغوس کرده و سلامات باشین ډاکټر صاحب از دې جا اقاظ می کنم که سارټان جوف دهان یعنی چی خب رشد نموی غیر کنترل شده انساج بدن و همچنان غیر نرمال که در امکان داره که در تمام بدن یه اتفاق بیفته و خود رشد نموی غیر کنترل شده اگر اینمی اتفاق یا این رشد در جف دهن صورت میگیره ایره به نام سرطان جاف دهن میگن و بیشترین سر آفات یا سرطان های ناحیه سر آن یعنی سر گردن میتونه سرطان های دهن تشکیل بده بخیر سلامت باشین سرطان هر هر مرضی که میبینم هر چیزی که میبینم انواع با خود داره آیا سرطان جوف دهان هم انواع داره یا خیر بله. بله سرطان ها در, کل به دو تا تقسیم میشن سرطان های خبیث و سرطان های سلیم بله. سرطان های سلیم و سرطان های گفته میشه که حیات فرد را خطر نمیندازه و قابل تداوی میباشه ولی سرطان های خبیث متاسفانه ها سرطان هایی هستند که حیات فرد را در دچار تهدید میزده و همچنان به سر یک سیر ځې چې سایره فرصت زیات درا او میتونم په سري فرصت دغه انسوج بدن هم مساو بسوسه بل با چی بایس ميشوي چې سرطان به باو بیا نه به وجود مي وي په خاطر چې بسياري اشخاص خاص مې کې ما حفظ السحر هم فوق العاده رات مې کنوم او په با چی بایس ميشه خب بزرگترین عامل ازي ما میتونيم چې وراثت د نگاه جينيتیکه خود برسوردان از والدين هسته او کسایی کې د خانيات څخه استفاده میکرمه سکرت او پاونو نسور و کسایی که هالکول استفاده میکنند میتونن با سرطان های جاف دان دچار شوند. کسایی که دندان های ساختگی دنچر استفاده میکنند نگاه می دندان ها با سرعت دقیق جا و نشان میتونن با سرطان های جاف دان تشکیل بده. و خود کسایی که در مرض آفتاب قرار دارند میتونن آفتاب هم سرطان های لب به وجود بیاره. یعنی کسایی که بیشتر در مرز شاید شدید شوی آفتاب قرار دارند میتونن دچار سرطان های لب شون. بله چرا یک انسان با دچار سرطان جاف دان میشه؟ خب پیشتر گفتم که سوالتون نگرفتم بله چرا بعضی کسا با سرطان جوف دهان چی میشه؟ اوشتا میشه یا جوف دهان با سرطان میرود؟ بله خب پیشتر گفتیم دخانیات کسایی که سگرد سپان استفاده میکنند نسوار استفاده میکنند و کسانی که الکول استفاده میکنند یا میتونند بیشتر با سرطان های جوف دهان دوچار شوند و همچنان افزلسهی نادرست کسایی که افزلسهی نادرست دارن هم میتونند با سرطان های جوف دهان ب کډکان کسانی كاس هستند یو چیز کې هچ نيبد خانيت د سترسي داره باندې حفظه الصحيش عام دروستره ست به خاطر کې یو شیر مادر کس کو نه نوش جان میکنه آیا ب جوفدهان سرطان جوفدهان واښته میشي اخير اس نگاه سن سال میتونه به هر فرد 2 4 مساب شوه و کډکان هم میتونه سوراصد یعنی هسته والدين به ببرن و از نگاه سن سال هم گفتیم هر کس میتونه یعنی هر در سن سالی که باشه دچار سرطان جاف دهن شوه و تقاط مرد ها بیشتر از خانم ها دچار سرطان جاف دهن میشه و تقاطی که در سال های 2019 انجام شده مرد های بالاتر از سن 40 سال بیشتر مصاب به سرطان جاف دهن میشن از 40 سال به بالا علت بله. اومده از 40 سال به بالا چیست تک به خاطر خب که سن ایجتا این سن شد خب کسایی که سنشان بالاتر از سن چهل سال میره طبعا مافیات بالانشون پایین با تر میاد و ابزار امکانات زیاد هسته که استفاده یعنی بهتر نتونن ابزار سهی درست مراقبت بکنن و همچنان که در اگر ما در طول چهل سال دخانیات استفاده بکنیم طبعا با میتونه که ما را بیشتر یعنی مسوب بسازد تا دهن دهان بسازد. ده اینجا باز کدام وقایع داره یا خیر به خاطر که سرطان یک میگه که ناجور شدنی است خب سرطان های سلیم پیشتر گفتیم امکانات تلویش هست ولی mm -hmm. سرطان های خبیز متاسفان تداوی نداره ولی ما میتونیم این پیشگیری بکنیم افزاد صحیح درست میتونه سرطان های جاف دهن پیشگیری بکنه و همچنان عدم استفاده دخانیات مثل سگرت و و الکل و همچنان تغذیه سالم که تغذیه mm -hmm. سالم میتونه از تمام امراض در بدن جلوگیری بکنه و خصوص سرطان های جاف دهن. سه چیز که فعلا به حساب تا به در کشور ما شما به خیر رایج است یک سیگرت بله. است یکی کمی پان و یکی نسوار متاسفانه که بسیار بسیار یعنی کم جوان را میبینی که سری از این از و مبتلا نباشند بله چی گونه چی کار باید کنه که سر سرطان جا دهند نشه خوب آدم استفاده کوشش کنن که استفاده نکنه و اگر یعنی بعضی ها هستن اصلا امکان نداره که کسی بگه هیچ امکان نداره میده استفاده نکنم اگر تصمیم درست بگیرن تصمیم دقیق بگیرن و جدی باشن میتونن که درو بسازن و از همین خودش یک مرض هست طبعا کسایی که دخانیات استفاده میکنن میتونن تنها به سرطان جا بدهن و هزاران مشکل دیگر در خود و بدن از یا پیش بیایه میتونن که استفاده نکنن بسیاری از اشخاصی هست که عمل رو گشتاندم جا و دهان روی کلاگی چیزها از بین رفته شاریدگی پیدا که تو براش شروع کردم از این علتشان چیز خوب یک مشکلاتی هست وقتی که اینجا میخواین که ترک بکنن باید با دکترهایی که متخصص ترک ایتیاد هستن مشوره داشته باشن چون بعض در عدویه هستن که میتونه جاگوزین اینمی دخانیاتی که استفاده میکنن شده و برای یک مدتی میتونه از دواه استفاده بکنه و بعدش هم کلا مشکل برای خود بدنشون پیش نیاره. بله چی ب... چیزا می که این سرطان است و یا همه می تو س... چی شاریدگی یادی است بله خب در جاف دهن وقتی که ما یک زخم را میبینیم مریض ها مراجعه میکنند در کلینیک ما میبینیم برشان پرسان میکنیم که زخم از چی وقت است تاریخچه میگیریم میبینیم از شش ماه یک سال تقریبا دو سال میگه زخم امه. شده که در جاف دهان ما موجود هست خب تداوی نتیجه نمیده هر قدر دوا استفاده میکنیم نتیجه نمیده زخم های حادی تا 15 روز میتونه خوب شوه ولی زخم هایی که از 15 روز تا یک ماه یک یک ماه یا دو ماه میمانه در جا لطفا به دکتر های مراجع مراجعه بکنه و خود فرد یک حالت به حالی می داشته باشه خستگی می داشته باشه دندان ها با شدن می کسایی که سرتان سرطان جاف دهن می داشته باشن دندان ها لغ می شون. مشکل در تکلم در جویدن و ها همچنان در بالا کردن غذا می داشته باشن بله زخم شدن دهان یا هم ببینم جوف دهان بسیار یک مشکل کلان است شش ماه تا اف ماه کردن و یاد داشته باشد سخت بعض هستن وقتی که بسیار زخم حادی فکر میکنن در یعنی زیادتر متوجه تداوی از این نمی باشن. وقتی یک مدت میگذره وقت به دکتر مراجعه میکنن میبینیم که این با سرطان دچار شده و خود یعنی هر قدر زودتر اگر مراجعه بکنن احتمال تداوی یا احتمال پیشگیری یا حداقل ما بتونیم را حساب بکنیم تا دیگه نتونه به دیگه اعضای بدن منتشر شود. آیا خبیسا و چی که گفتین خودتان اردویشان به یک شی و به یک نوامی یا خیر فرق داره با بله به دویش با یک قسم است ولی یکش امکانات تلوی داره و استاب میشه دیگه نمیتونه که یعنی سیر بسیار بطی داره نمیتونه که بدیگه انزای بدن انتشار پیدا کنه نشانه و علایم هر یک اکسان است؟ بله نشانه و علایم هر یکی است ولی یکی زودتر خوب میشه ما پیشتر گفتیم که تا سن تا 15 تا بیس روز یا حالا یک ماه میتونه که زخم هایی که به طور مدور و سرشان سفید رنگ هسته اینا زخم های دهانی هستن اینا را اشتباه با سرطان نگیریم ولی اگر سر زخم ها بیشتر از یک مطول میکره باید به با دکتر مراجعه بکنیم سلامت باشین دکتر سب در کل اگر برم بگوییم که چی کار کنیم که جوف دهان ما شما به سرطان نره خوب زه هلته ها او تغذیه سلام میتدونه بهترین راه وقتر جلوگیری از تموم امرز را جبردان باشه تشکر بسیار زاته کوم سلام علیکم دوستان لطفا هم ډیره ډیره مننه نه چي را سره آستي او خپل خبرونه تردا دمر سره پامینه باندې وکړه د میته زول د میروز تر غیر را تر غزر سره عملتي اوکي